سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back. رئیس جمهور ترامپ میگوید که چند روز آینده آزمون واقعی در تداوی وی خواهد بود، ولی صحتش اکنون بهتر شده است. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحا برای زدایش تضادها در طرز العمل کاری گفتگوهای صلح 4 گزینه را برای طالبان ارائه کرده است. اصل نتیجه همین که هر روز متربم انفجار بوده و اولادهای مردم افغانستان به وجه خراب و به وجه فاجعه بار کشته شود. و گرد همایی علمی و فرهنگی برای بزرگداشت از 813مین سال روز تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف. بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم و برنامه روزی اکشن به 4 ماه اکتبر سال 2020 از تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدین. قابل یادآوری است که برنامه های دری و پشتوی تلویزیون آشنا از طریق شبکه های تلو، تلو نیوز و لمر هر شب ساعت 10:30 به نشر میرسد. امید است تا پایان برنامه با ما باشید. این برنامه هم اکنون از طریق صفحه فیسبوک دری صدای امریکا به گونه مستقیم نشر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که چند روز آینده آزمون واقعی در تداوی وی خواهد بود. او این سخنان را در یک پیام ویدیویی که دیشب از طریق صفحه تویترش به نشر رسید ابراز داشت و گفت که صحتش اکنون بهتر است. در پی نشر این ویدیو شماره از هواداران آقای ترامپ دیشب به وقت محل در اطراف شفاخانه والتر رید در ایالت مریلند گرد هم آمده و در حمایت از وی شعار دادند. این پیام در حال به نشر رسید که در 3 روز اخیر پیام های ضد و نقیض از وضعیت صحی رئیس جمهور ترامپ توسط قصر سفید منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که وضعیت صحیش اکنون بهتر است و امیدوار است در روزهای آینده بتواند دوباره به سر کار برگردد. ما به سختی کار میکنیم تا من برای بازگشت آماده شوم. من باید برگردم تا بتوانم عظمت امریکا را دوباره برگردانم. ما عمل کرده بسیار خوبی در این زمینه داشتیم، اما هنوز گام هایی هست که باید برداشته شود تا این کار را به اتمام برسانیم و من باز خواهم گشت. فکر میکنم به زودی برخواهم گشت و چشم به راه تمام کردن همان کمپاین هستم که آغاز کردیم با همان تعدادی که توانستیم آن را پیش ببریم. ما بسیار با آن افتخار میکنیم، اما خب این چیزی است که اتفاق افتاده و این برای میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان نیز اتفاق افتاد. من نه فقط برای آمریکایی ها بلکه برای همه آنان در سراسر جهان می جنگم. ما ویروس کرونا یا هر آن چیزی را که آن را می نامید شکست خواهیم داد. با آن را بسیار جدی شکست خواهیم داد. رئیس جمهور ترامپ در ادامه این پیام و ویدیوی 4 دقیقه‌ای که ناوقت دیشب با وقت محل از توییتر به نشر رسید از مردم آمریکا نیز تشکر کرد. میخواهم به خاطر تمام حمایتی که چه از طریق تلویزیون و یا پیام هایی که خواندم از من شد قدردانی کنم. از آنچه که مردم آمریکا گفتند باید سپاسگزاری کنم. صرف نظر از گرایش حزبی، مردم آمریکا از من احوال پرسی کردند و دیدن این بسیار زیباست. من بسیار سپاسگزارم و این را فراموش نخواهم کرد. به شما قول میدهم. من همچنان میخواهم که از رهبران جهان به پیام هایشان تشکری کنم. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ در خصوص روند بهبودی و معالجه‌اش در حال منتشر شده که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا و رقیب ترامپ در این انتخابات دیروز گفت که قصد حمله به رئیس جمهور ترامپ را ندارد. اکنون که رئیس جمهور ترامپ و بانوی اول به ویروس کرونا مبتلا شده اند، نمیخواهم به آنان حمله کنم. من و همسرم جل برای سلامتی آنان دعا میکنیم. آقای بایدن اما در ادامه سخنان خود امریکایی ها را به پوشیدن ماسک صورت در اماکن عامه تشویق کرد.
به عنوان رئیس جمهور این چیزی است که انجام خواهم داد. نخواست از تمام آمریکایی ها خواهم خواست که خارج از منازلشان و هنگامی که در دور پیش دیگران هستند ماسک بپوشند. این شامل استفاده از وسایل نقلیه عمومی مانند موتور بس، قطار و طیاره نیز می‌گردد. دیروز وزارت ترانسپورت به نظرم به طور احمقانه درخواست اجباری ساختن پوشیدن ماسک در چنین مکان‌هایی را رد کرد. رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور متفاوت‌تر از دوره‌های قبل برگزار شده است. ابتلای رئیس جمهور ترامپ به این ویروس، آن هم تنها 4 هفته مانده به انتخابات، تجربه کاملاً متفاوت را برای رای دهندگان در آمریکا رقم زده است. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. حکمت آجیوف، مشاور رئیس جمهور آذربایجان میگوید که نیروهای ارمنی امروز از داخل قلمرو این کشور خاک آذربایجان را هدف قرار دادند. او گفت که نیروهای ارمنی به شهر گنجه و 2 شهرک دیگر آذربایجان راکت پرتاب کرده و این مناطق را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. آقای آجیوف گفته است که نیروهای آذربایجانی در داخل خاک ارمنستان آن عده از اهداف نظامی را از بین خواهند برد که از آن بر خاک آذربایجان حمله صورت می‌گیرد. این در حالی است که وزارت خارجه ارمنستان نیروهای آذربایجانی را به هدف قرار دادن ساحات پرنفوس غیر نظامی متهم کرد. این وزارت گفته است که نیروهای هوایی آذربایجان نیز در این حملات دخیل بودند. مناظره میان معاونین تکت‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کاندید حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات به روز چهارشنبه این هفته برگزار میشه. بعقیده کارشناسان به دلیل فضای حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایالات متحده آمریکا، مناظره میان مایک پنس و کاملا هریس نسبت به مناظرات معمول جالب و دیدنی خواهد بود. در ایالات متحده آمریکا مناظره میان معاونین کاندیدان ریاست جمهوری به لحاظ سیاسی من حیث یک رخداد حائز اهمیت فرعی تلقی می شود. به نظرم تماشای مناظره های معاونین تکت های انتخاباتی جالب ترند. احتمال ضرر و زیان کمتر است و شرکت کنندگان کم بیشتر احساس آزادی می کنند که هر آنچی را مایلند بگویند و انجام دهند. مناظره چهارشنبه میان مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ و کاملا هریس، سناتور و معاون تکت انتخاباتی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، به دلیل دارا بودن خطوط داستانی متعدد جالبتر و دیدنی تر خواهد بود. ماهیت تاریخی انتخاب کاملا هریس و این واقعیت که او یک زن غیر سفید پوست است و اولین زن غیر سفید پوستی است که در تکت انتخاباتی یک حزب بزرگ قرار گرفته، مورد بحث قرار خواهد گرفت. جرالدین فررو اولین زنی بود که در سال 1984 میلادی در مناظره معاونین تکت‌های انتخاباتی در برابر جورج هربرت واکر بوش، معاون تکت انتخاباتی رونالد ریگن قرار گرفت. یادم می آید که نگرانی های وجود داشت که آقای بوش چگونه باید با اولین زن حاضر در یک تکت انتخاباتی مناظره کند. بوش گاهی می توانست بسیار یک مرد رقابتی باشد و بدون شک مناظره کننده خوبی بود و محتوای صحبت های خود را خود می دانست. اما در عین حال نمی خواست به گونه‌ای به نظر برسد که گویا به نوعی به خانم فررو زورگویی می کند. در سال 2008 میلادی، رای دهندگان مشتاق دیدن مناظره میان سارا پیلن و جو بایدن بودند. کارشناسان میگویند که مناظره میان این دو برای اولین بار در تاریخ مناظره های معاونین تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رکورد بیشترین بیننده نسبت به مناظره های نامزدان انتخابات ریاست جمهوریان دوره را شکست. با ابتلای رئیس جمهور ترامپ به ویروس کرونا، انتظارات از مناظره پنس هریس بیشتر نیز شده است. آقای پنس در ابتدا مسئول گروه ویژه رسیدگی به ویروس کرونا بود. به نظر می رسید که ترامپ به نوع این کار را از او گرفت، اما بدون شک تیم کمپین خانم هریس روی نگرانی هایی که درباره این ویروس وجود دارد و همه آن چیزهایی که فکر می کنند پنس می توانست به آن رسیدگی کند ولی خوب رسیدگی نکرده تمرکز خواهند کرد. کیت مری کری، محقق در پوانتون ویرجینیا میلر سنتر، می گوید که خانم هریس به پرسشگر بی‌باک عادت دارد سوالها را به عنوان دام قرار داده و طرف مقابل را به دادن پاسخ بکشاند در کمیته قضایی مجلس سنای کانگرس شهرت دارد.
به نظر من هریس مناظره کننده نیرومندی خواهد بود. از سوی دیگر آقای پنس فرد بسیار خونسرد است و گاهی در حد خونسرد است که به نظر بسیار سرزنده نمی رسد. بنابراین شانس این که در دام چنین طعمه هایی قرار بگیرد کم است. گذشته از بیماری رئیس جمهور ترامپ، وای 74 ساله است و بایدن 77 ساله. برای همین مناظره معاونین تکت های انتخاباتی با پیامدهای همراه خواهد بود. اگر مایک پنس بتواند مانند 4 سال گذشته امسال نیز مناظره خوب داشته باشد، این به تقویت جایگاه او به عنوان نامزد جمهوری خواهان در سال 2024 کمک زیاد خواهد کرد. این همین موضوع درباره کاملا هریس نیز صدق می کند، زیرا هریس به اندازه کافی جوان است و می تواند بلند پروازی طولانی مدتی داشته باشد. اما کارشناسان می گویند که تمرکز بیش از حد روی اهداف 4 سال بعد می تواند دقت این دو را از هدف اصلی که دفاع از کاندیدی است که آنان در تکتش قرار دارند کم کند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیدنی را در موبایلتون دنبال کنید. VOA افغان و VOA افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه بیان داشت که در 6 ماه نخست سال روان میلادی حداقل 533 غیر نظامی در حملات هدفمند در افغانستان کشته شده و 412 تن دیگر مجروح شدند. این کمیسیون میگوید که تنها در ولایت قندهار از اول حوت سال گذشته تا سنبله امسال 122 غیر نظامی در نتیجه ترور و قتل‌های هدفمند کشته و 72 تن مجروح شدند. این کمیسیون میگوید که تداوم خشونت و حملات مهلک خلاف روند جاری گفتگوهای صلح میباشد و از افزایش واقعات ترورها ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از جوانب درگیر جنگ بار دیگر خواهان رعایت حقوق بین الملل برای کاهش خشونت ملکی ها گردید. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه برای زدایش تضادها در طرز عمل کاری گفتگوهای صلح 4 گزینه را برای طالبان ارائه کرده است، ولی منابع در دوحه می گویند که طالبان هنوز هم بر موقف سابقشان تأکید دارند و از چند روز به این سو هیچ نشسته نیز میان هیئت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان دایر نشده است. شرح بیشتر را در گزارش از جلال میرزاد مشاهده می کنید. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان گزینه هایی را برای دریافت رای حل و نهایی شدن طرز العمل کاری به طالبان پیشنهاد کرده. د دو مادو لپاره پیشنهادونه او خپل وړاندیزونه ورته ورکړی دي. طبعا طالبانو ټیم به په همدې باندې کار کوي یا به هم ورته کومې نورې لارې سنجوي. دوی به حتما خپل مجلسونه لري تر څو بیرته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له پلاوي سره خپل نظرونه شریک کړي او په تفاهم سره ورسیږي. انشاءالله بیا کولی شو چې دا د افغانستان ولسونو ته د مطبوعاتو له لارې ورسره شریک کړو. با اصل شمردن توافقنامه ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، اعلامیه حکومت افغانستان و امریکا نیز اصل شمرده شود. گفتگوها بر بنیاد فیصله و قطعنامه جرگه مشورتی صلح انجام شوند. گفتگوهای دو طرف بر بنیاد منافع ملی افغانستان تنظیم شوند و قرآن و حدیث به جای فقه حنفی و جعفری معیار گفتگوها قرار بگیرند. نقطه شروع باید آتش بس و بعد از اون مسائل سیاسی می بود که اینها قابل حل است و قابل گفتگو است، اما متاسفانه رفتن روی مسائل مذهبی و معرفتی. خود به خود مسائل مذهبی و معرفتی غیر قابل حل است و برای تمام اطراف درگیرش غیر قابل انعطاف است. اصلا اینا نمیشه رویش مذاکره شود. هرچند طالبان هنوز هم بر اصل شمردن توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا و فیصله های این گفتگوها بر بنیاد فقه حنفی تأکید دارند و تا کنون به گزینه های پیشنهادی هیئت حکومت افغانستان پاسخ ندادند. اما مجلس سنای افغانستان از زمان گیر شدن گفتگوها و افزایش خشونت ها انتقاد دارد.
سل نتیجه شمی که هر روز متربم انفجار بوده و اولادهای مردم افغانستان به وجه خراب و به وجه فاجعه بار کشته شوه. من ملک حالت دغه وزیر ده چه در صلح مذاکرات و سرسم یا در اقوید بحثون و سرسم من پو باروتو کن در تسوزیر. با این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که قرار است عبدالله عبدالله رئیس این شورا تا دو روزی دیگر به گونه رسمی به هندوستان سفر کند. د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د حمایت جلبول او د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا ده. ډاکټر عبدالله عبدالله به د خپل سفر په لړ کې د هند له مقاماتو سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو پراختیا خبرې وکړي. هفته پیش این مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان رفت و مقام های این کشور گفتند که تأمین صلح در افغانستان به معنای ثبات در پاکستان است. دیده شود که مقام های هندی درباره صلح افغانستان چه موقف دارند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان افغان میگوید طویل شدن مذاکرات صلح میتواند تأثیر منفی بر نتایج مذاکرات داشته باشد. وی میگوید پافشاری طالبان بر خواسته هایشان منطقی نبوده و باید هر دو جانب انعطاف پذیری نشان دهند تا به یک نتیجه عادلانه به نفع مردم افغانستان برسند. شرح بیشتر در این مصاحبه. نظر شما در مورد مذاکرات صلح در دوحه که ادامه داره و به خصوص که طالبا بیشتر به میارای خود تاکید میکنن قسم گزارشانشان میته، نظر شما به عنوان یکی از خانمایی که همیشه برای صلح کار کردین چی است؟ من فکر میکنم که پافشاری و تاکید از طرف طالبا در گفتگوهای صلح زیاد منطقی به نظر نمیرسه. اگر قرار باشه که هر دو طرف در بالای پیشنهادات و خواستهایشان تاکید کنند و این سبب شود که بالاخره بعد از هفته ها از آغاز مذاکرات صلح دو طرف نتانند که بالای یک کارشیوه با هم به تفاهم برسند و برند به طرف اصل آجندان، این طبعا میتونه که نتایج منفی را بالای امو برایند مذاکرات صلح داشته باشه. چون وقتی که ما به مذاکره میریم، مذاکره یک معامله است و در معامله هر دو طرف باید از هم انحراف پذیری داشته باشند. اگر قرار باشه که انحراف پذیری نداشته باشند، پس هدف از برگزاری مذاکرات چی است؟ ما مذاکره به خاطر برگزار میکنیم که دو طرف با هم بنشینن، اما اختلافات را که دارن اختلافات حل شود به یک حل منطقی برای آمدن یک سال پایدار و تو هم با عدالت در کشور مهیا شوم. اگر قرار باشه که هیچ یک از طرفین انحطاف پذیری نداشته باشند و با خواستای هم دیگر تمکین نکنن، پس از این به نظر من امو عزیمه ای که در این را شده، عزیمه ای که هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی شده، این طبعا امو یک مصارف بوده که کاملا بیهوده بوده، چون از شروع معلوم است که بالاخره نتیجه نمیتونه به دست بیایه. ولی پیشنهاد ما ایست که از این فرصت به دست آمده خیلی ناب و طلایی هم مردم افغانستان و هم طالبا باید استفاده کنن و کوشش کنن با انحطاف پذیری از خواستایشان امو آرزوی جمعی مردم افغانستان که زندگی در یک حالت صلح‌آمیز است، این آرزو را تحقق پیدا کنن. و به نظر من در مذاکرات این مهم نیست که دو طرف مذاکره چی میخواین، این مهم است که خواست مردم افغانستان چی است، این باید در نظر گرفته شود. شیوه کار، اصول کار باید بر اساس خواستهای مردم افغانستان طرح و دیزاین شود. تا کنون طالبان مکررن بر برقراری شرایط مطابق اصول اسلامی برگشت امارات اسلامی در افغانستان تاکید دارند و بعد کارشناسا میگن که نباید به بهای از دست دادن حقوق زنا و دستاوردهای زنای افغان تمام شود. نگرانی شما چی است؟ به نظر من یکی از مواردی که ما همیشه بالای از او تاکید کردیم و من مطمئن هستم که هیچ یک از طرفین نمیتونن بالای از او معامله کنن، موضوع حفظ حقوق و دستاوردهای زن ها است. به چی معنی؟ وقتی که ما حفظ حقوق و دستاوردهای زن ها میگیم، او تنها به پوشش زن ها ربط نداره. بیشترن معمولا این برداشت از حفظ حقوق و دستاوردهای زن ها امروز به این شکل صورت میگیره که یعنی بیشتر این تاکید ما بالای پوشش زن ها است. نه خیر، ما بالای پوشش زن ها تاکید نداریم. وقتی که ما
یعنی صدا میکنیم در مورد عفض و حقوق و دستاوردهای زنها و این من حیثم یک خواست عمده تمام زنهای افغانستان میخواییم در مذاکرات و صلح در نظر گرفته شود. این به این معنی است که پذیرفتن مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنها در تمام عرصه ها از طرف هر دو طرف مذاکره و ما و یک موضوع هم نمیتونیم ما یعنی از اون نمیتونیم صرف نظر کنیم و ایست که وضعیت را که امروز زنهای افغانستان در او قرار دارن دستاوردهایی را که ما در طول کمتر از دو دهه پسین داشتیم این خیلی ساده و آسان به دست نامدن. ما زنها قربانی های زیاد را دادن، مبارزات زیاد را ما انجام دادیم تا ای که امروز ما در جایگاه قرار گرفتیم. پس هر موقف را که ما با زحمت و تلاش به دست میاریم، با مبارزه به دست میاریم، با قربانی به دست میاریم، طبعا او بازانی از دست داده هم نمیشه و بنابراین من فکر میکنم اگر صلح در افغانستان بیاید او سال ناقض حقوق و دستاوردهای زنها باشم او نمیتونه که من حیث یک صلح فراگیر و عادلانه در افغانستان دوام پیدا کنه چون صلحی که در او حقوق مردم نقض شوه، حقوق بشری و حقوق انسانی افراد نقض شوه او سال با عدالت نمیباشه و نمیتونه که دوام زرخاجان شما یک بنیاد بسیار مهمه برای حمایت از حقوق زنای افغان و اطفال پیش میبرین. همچنان شما برنده جایزه صلح سال گذشته از برنامه انکشافی سازمان ملل متحد بودین. فوزیه کوفی اکنون نامزد یک جایزه بسیار مهم معتبر نوبل شده. به نظر شما انتخاب فوزیه کوفی میتونه که چقدر میتونه به نتیجه مذاکرات صلح به نفع زنای افغان تاثیرگذار باشه؟ تشکر میکنم. ای که سال گذشته ما برنده جایزه این پیس آوارد در افغانستان بودم و یکی زنهای دیگه هم جایزه مختلف سال ها و دیگه جایزه بین المللی را در عرصه های دیگه در افغانستان تا حال کسب کردم. یه خودش بیانگر از این که چقدر کار صورت گرفته از طرف زنهای افغانستان به خاطر توانمندسازی زنها و همچنان به خاطر آوردن سال علی منازعه و میانجیگری. اما بیانگر از این موضوع و این هم یک موضوع بسیار امیدوار کننده و مسرت بخش است که امسال فوزیه کوفی به حیث یکی از نامزادهای جایزه صلح نوبل نامزد شده و ما امیدوار هستم که در آخرین دمو زمان که فاینال میشه و لست نهایی میشه ما شاهد حضور بانو کوفی هم در میان سایر برندگان جایزه صلح نوبل باشیم و طبعا این خودش تاثیرگذار است. بدون تاثیر نیست در برای وضعیت زنهای افغانستان به خاطر تغییر وضعیت زنهای افغانستان و همچنان میتونه رابطه مستقیم در مذاکرات صلح داشته باشد. چون فوزیه کوفی یکی از زنهایی است که امروز در هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان است و طبعا زمانی که جایزه صلح نوبل به دست میاره خودش نشان میده که چقدر زنهای افغانستان توانمند هستند که بالاخره در یک جایزه صلح بین المللی را میتونن به دست بیارن و من فکر میکنم که این کم تغییر بالای ذهنیت طرف مقابل طالبا هم میتونه به وجود بیارن. گردهمایی علمی و فرهنگی برای بزرگداشت از 813مین سال روز تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف دایر شد و مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هدف از برگزاری این همایش را تلاش برای ایجاد همگرایی و یک دیگر پذیری ابراز داشتند. فرهنگیان در بلخ تدویر گردهمایی های از این نوارا در افزایش آگاهی جهانیان در مورد زادگاه مولانا و مفکوره او تأثیر گذار می دانند. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد این گردهمایی گزارش می دهد. همایش گرامی داشت از 813مین سال تولد خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزار شریف. این همایش به هدف بازخوانی اندیشه های مولانا راه‌اندازی شده است. سخنرانان و اشتراک کنندگان این همایش مولانا بر شناخت اندیشه های وی تاکید می کنند و او را فرد چند بودی در ترویج بشردوستی و همدیگر پذیری می دانند.
اشعار مولانا در موارد مختلف که بیشتر از 66,000 بیت را دارد تکرار زیادی شده است. اما مولانا تنها به این اکتفا نکردند. مولانا با تأصل از بیت الحکمه و مفاهیم دیگری فلسفی هم درستی ازیده. یکی از بزرگترین مشاهیر سخن، عرفان و شعر نه تنها در حوزه معروف ما، در این حوزه تمدنی ایران کهن و خراسان کهن و افغانستان امروز و کشورهای آسیای میانه و ایران اینجا است، با عنوان یکی از بزرگترین عارفان و شاعران و سخنپردازان امروز جهان است. محمد ایساق رهگذر، والی بلخ، در نمایش پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در پیوند به شخصیت مولانا خان. از شاعر بلکه مفکر و اندیشمند کم نظیر بود که با تمام وجود پیام عشق و صلح و دوستی را به تصویر کشیده است. رقص سما، نمایشگاه کتاب به ساخته های دستی زنان، بخشی از برنامه بزرگداشت از 813 سال روز مولانا جلال الدین محمد بلخی است. رسامی که اشعار فلسفی و اندیشه های مولانا را به تصویر کشیده است. شمار هم بر این باورند که برای پاسداری از چهره های ماندگار افغانستان، از جمله مولانا، شاعر پرآوازه این کشور، کار نشده است. بازسازی بازمانده های خانقاه حضرت بهاولت، هرچند در این رابطه صحبت های با جناب والی صاحبم داشتیم، امیدوار هستیم که وضعیت چنان شود که در گام نخست این جایگاه پس دوباره آبادان شود. دو، ایجاد شعبه مولانا شناسی در همه دانشگاه های کشور. سه، ایجاد آرشیف آثار مولانا زیر چتر آرشیف ملی افغانستان. با دریغ و تأسف می خواهم اذعان کنم که پاسداری و ارج‌گذاری به این اندیشه های متعالی و مانگار آنگونه که شایسته و بایسته هان است از سوی دولت و مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ صورت نمی گیرد. در حالی که پاسداری و ارج‌گذاری از این چهره های مانگار تاریخ و فرهنگ گذشته و امروز ما از مسئولیت ها و وظایف اساسی این نهاد می باشد. شماره از نویسندگان و فرهنگیان بلخ می گویند که ادامه خشونت ها در افغانستان نشانه از بیگانگی مردم با اندیشه های مولانا است. فرهنگیان بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی را نمادی از صلح و همدیگر پذیری می دانند. آنان از این که مدرسه سلطان علما بهاءالدین ولد، پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولسوالی بلخ این ولایت به یک ویرانه مبادل شده است، نگران هستند. مولانا مدفون است، سالانه هزاران دلار از سوی سیاحان در اونجا پرداخت میشه، ولی در جایی که مولانا به دنیا آمده، پرورش یافته، تربیت یافته و شهره جهان شده، خانقای مولانا یا زادگاه مولانا به یک مخروبه تبدیل شده. از تمام نوشته‌هایش که تا حال خواندیم و دیدیم، همچنان شعار انسانیت، شعار دوستی هست و همیشه انسان‌ها را به متحد بودن و یک جای بودن دعوت می‌کنم. و شرکت کنندگان این نمایش تاکید می‌کنند که می‌توان با اندیشه‌های مولانا زمینه برقراری صلح را در افغانستان فراهم کنند. از 813 سال تولد مولانا در مزار شریف در حال گرامی داشت می گردد که شهروندان کشور گواه 4 دهه خشونت ها بودند. اکنون دوستداران حضرت خداوندگار بلخ به این باورند که با بازخوانی اندیشه های او می توان به صلح دست یافت. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. سپاس از همراهیتان. با این برنامه به لحظات پایانی بخش دری رسیدیم و همکارم سید سلیمان آشنا با بخش پشتو برنامه شب تلویزیون صدای امریکا را ادامه خواهد داد. سلام همکار محترم، مهمترین اخبار و گزارش های امروز شما چی است؟
مننه نجیبه جان، تاسو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او مسایل لرو، خو تر ټولو نه مهم د خبرونو لنډیز دی. دا به مونږ په ګډه سره واورو. لیدونکو نه هیله کوم چې زموږ خبرونه نیم ساعت نور هم تعقیب. Feel much better now.